می کردم و شادمان شده بودم که همونطور یک شخص جوان و با انرژی را در این کار دشوار مقرر کردن. التماس می کنم خداوند به برکت زحماتی که برای معرفی اسلام می کشیده برای کودکان افغان و در خدمتی که برای وطن کرده خداوند زحمت خود را برای مثال کند و قرین مهربانی خود داشته باشد و خداوند همه دوستانش و خانوادهش و والدهش که یک خانم بسیار با قدر و دارای تجربه زیاد و صبر عطا کند که همه بتوانند که این حالت را تحمل کنند و صبر و خداوند به اونا عجل صبر شده بدهند. البته در این لمحه یکی در برادرهای دیگر ما از اشخاص بزرگوار و اشخاص خدمتگار افغانستان و افغانی که در راه وحدت افغانستان می کوشیدن در اینجا مفاد کردن در این سانحه که نامهایشان در تقدیم کردن اینا از همه اقوام افغانستان هستند. اینا همه برادران ما هستند که آغاز ما زندگانی با اونا اصلا آخر هم و در اونا هم اصلا هم تمنای رحمت میکنم برای بازماندگانشان، برای دوستان که در میدان سیاست افغانستان در این حالت کوشش هستند و ایران میدانم که خداوند به ما لطف کند که در این لمحه پی ببریم و وفات عبدالرحیم غفورزاده و این دیگر شهدا در این وقت به ما ملتفت بسازد که در افغانستان مردمش جز از راه یگانگی و از راه همدستی و از راه پشتیبانی یک دیگر نمیتوانند به جایی برسند و اگر دشمنی ها دوام کند، اگر غرض ها دوام کند و اگر دست هایی که اشتباهی می کنند از دخالت خارجی در افغانستان چه داخلی چه خارجی دست ها قطع نشود و اینا خود اصلاح نکنند در اقصای زمین از توکیو گرفته تا سان فرانسیسکو و پاریس و هر جای اشخاص هستند خداوند اینا را اصلاح کنند و خداوند اینا را به جای برسانه که بتوانند که برای نزدیکی مردم افغانستان نه برای تحمیل تفاوق یکی بر دیگر یا تحمیل یک حالتی که او سبب دوام دخالت خارجی شود خدمت کنم به وطن انشاءالله. مرحوم غفورزاده بنابر خصلت‌های خجسته، عدم تعصب، مبرا از برتری جویی‌های قومی و نژادی در میان حلقات روشنفکری و تکنوکرات‌ها، مرد محبوب و قابل احترام بود. دکتر رحیم با شناسایی نزدیکی که با او داشت در اندوه درگذشتشان چنین میگوید: مرحوم غفورزاده واقعا یک حادثه جانگزاز است که زایه بزرگی را بار آورد، زایه از جهت رفتن یک روشن فکر واقعی، رفتن یک فرزند صدیق افغانستان و شهادت مردی که بسیار شجاعانه و با اخلاص در خدمت مردم افغانستان و در خدمت صلح و صفا و دموکراسی و حقوق ملت و در این حال خدمت به جهاد و مردم افغانستان می‌تپید. مرحوم غفورزاده از سالهای بسیار پیش در دوران جهاد هم در خدمت جهاد و نیروهای جهادی بود و این مرد به عنوان یک روشنفکر برازنده شجاعت کاملی را که بعدن در تمام ساحات بروز داد، شجاعت کاملی را داشت که مقابل حکومت دستنشانده اتحاد شوروی در کابل بخیزه و بسیار احتمالات و خطرات، احتمالات بد و خطرات حتی به جان قبول کنند. بعدن در دوره بعد از پیروزی جهاد هم غفورزاده در خدمت آرمان تپیدن در راه مردم افغانستان، اتحاد بین نیروهای جهادی، اعاده صلح، خدمت به دموکراسی و مهمتر از همه اعمال اراده ملت افغانستان به توجه به منافع و دخالت‌های خارجی، غفورزاده خدمات بسیار کرد در این راه با شجاعت بسیار، از هیچ کس نهراسید، از هیچ نیروی بیگانه نهراسید، از هیچ قطبای از هیچ قطب قدرت متمایل به بیگانه نهراسید و با قاطعیت و اخلاص و صفا و صمیمیت خاص
به خاطر اعاده سال و اعمال دموکراسی و اعمال حاکمیت ملت از جان و دل کوشش کرد تا آنکه سردرمی را از دست داد. شهادت غفورزی بدون تردید زایی بزرگ است بر ملت ما. این زایی بزرگ بر ملت ما و خاصه بر حلقه های روشن فکری تسلیت باد و امیدوار استیم روشن فکران ما راه غفورزی از یاد نبرند. غفورزی با در حالت صدای دموکراسی و حق حاکمیت ملت است بلند کرد که کم کسی میتونست جرأت شو بکنه. خوشبختانه این صدای غفورزی مورد حمایت قهرمانان و رجال برجسته جهاد افغانستان هم قرار گرفت و موقعیت خوبی فراهم آمد که به خاطر صلح و دموکراسی کارهایی شود. متاسفانه دست حادثه غفورزی از ملت افغانستان گرفت، اما راه غفورزی همیشه خواهد بود و روشنفکران متحد افغانستان باید به هر صورتی که شده در امی راه که راه فلاح ملت ماست قدم بردارند. در این حال باید پروسه به وجود آمدن حکومت تکنوکرات ها و امو پروسه صلحی را که در این زمینه غفورزی کار کرده باید به وسیله جبهه نجات ملی و اسلامی افغانستان باید قاطعانه ادامه پیدا کنه و در این راه هر چه زودتر باید کاری بکنن تا وقفه رخ نده. برای این که آدم ها میرن و میاین، ملت ها همیشه میباشه. مصیبت هرچند بزرگ است با رفتن غفورزی، اما راه غفورزی راهی است که هر کسی که به او گام بگذاره خودش یک غفورزی است و ملت ما غفورزی ها داشته و غفورزی ها خواهد داشت. روان غفورزی شاد و یادش همیشه گرامی خواهد. انجمن فرنگی افغانها در بیریا مرگ مرحوم غفورزی را یک زایه جبران ناپذیر دانسته و جناب غلام حضرت کوشان رئیس آن انجمن تسلیت نامه انجمن را چنین قرائت می نماید: به ملت شریف افغانستان، مرگ دین است برگردن هر شخص که خواهی نخواهی پرداخته می شود. همه مرگ ها بنابر اعمال اشخاص فرق می کند. مرگی که در راه زندگی دیگران باشد، در خدمت دیگران باشد، و باز مرگی که برای حفظ شرف و حیثیت وطن و وطنداران باشد، در حقیقت زندگی دائمی است، نه مرگ. شهادت است در راه رضای خالق و خدمت مخلوق. حادثه جانگداز شهادت گروهی از خدمتگاران صادق و لایق وطن که این پروگرام وقف آن گردیده، از جهت موجب حسرت عمیق همگانی می گردد که همه شاملین آن برای تامین صلح شرافتمندانه بین جوانب درگیر خدمت میکردن. آره، شهادت نابهنگام جانبازان این گروه که برای همنوایی هرچی بیشتر مساعی با برادران مناطق مرکزی وطن حازم بامیان این دژ دفاع از شرف و تاریخ ملت قهرمان افغان و مقابل ارتجاع سیاه بیگانه بودن، بسیار جانگداز و حسرت بار است. مغفور شهید غفورزی صدر اعظم منتخب و همراهان او همه کسانی بودند که هر کدام به ذات خود در سنگر دفاع از وطن خیش خود را وقف کرده بودند و با شجاعت و رازمردی کم نظیر و مقابل توطئه ها، خدعه ها و چالبازی های حکومت توسعه طلب پاکستان علیه آزادی و شرف ملی افغانستان استوار و مردانه استادگی کرده و ارتجاع سیاه را هم در میدان سیاست و هم در ساحه نبرد مسلحانه خرد و زبون می ساخت. خداوند مسائی هر کدامشان را در راه اعتلاء اسلام و استقلال و استقبال وطن درجه عالی قبول داده و در فردوس برین جایشان دهد که یقینا داده. همه اعضای انجمن فرهنگی افغانستان غم شریکی خود را به حضور ملت شریف و شهید پرور و مجاهد افغانستان به مناسبت شهادت این خدمتگاران صالح وطن به عرض می رساند و از بارگاه او تعالی جل جلاله او نیاز می کند که بقیه جان بکف گرفتگان راه حفظ شرف و استقلال وطن را در حفظ و امان خود بدارد تا آن که بدکاران و بدخواهان داخلی و خارجی ملت صبور
و آزادی دوست افغانستان مزمحل زبون نیستن. به وطن پرستانه شهید مخفور غفورزی و همراهان شهید او سر احترام و حق‌شناسی خم میکنیم و برای بازماندگان هر کدام اجر جمیل طلب مینماییم. زنده باد ملت افغانستان، پاینده باد استقلال افغانستان، سرنگون باد دشمنان داخلی و خارجی وطن، مرده باد ارتجاع سیاه و مزدوران خود فروخته آنها، زنده جاوید باد نام فرزندان رشید وطن که در راه وطن جان می سپارند. انجمن فرهنگی افغانستان مقیم هوارد کالیفرنیا. مرحوم غفورزی در سال 1981 در محکمه بین‌المللی استکهلم که در آن آقایان مایونشاه یاسفی، دکتر عطامحمد نورزوی، حبیب زکریا، دکتر فاضل و عده‌ای از مجاهدین نیز حضور داشتند شرکت کرد. غفورزی به حیث شاهد عینی با ارائه اسناد و شواهد به قضات محکمه ثابت کرد که اتحاد شوروی به هیچ وجه دعوت نشده بلکه مستقیما و علنا به خاک افغانستان تجاوز نموده و ملت افغانستان در راه اعاده استقلال و حفظ دین مقدس اسلام و نومیسشان علیه آنها قیام کرده است. در این جلسه محکمه فرد هالیده، افغانستان شناس مشهور انگلیسی، ورود قشون سرخ شوروی را به افغانستان یک عمل مثبت و به نفع مردم عقب مانده افغانستان تلقی نموده و اظهار داشت که جهانیان باید این عمل شوروی را که یک ابرقدرت جهان می باشد تایید نماید، زیرا به خیر مردم افغانستان بوده و باعث متمدن شدن آن کشور خواهد شد. فرد هالیده همچنان ستیزه با ابرقدرت شوروی را عمل بیفایده خواند. آقای غفورزی قبل از آن که به ایراد بیانی اصلی خود بپردازد، از هیئت داوری محکمه وقت خواست تا در برابر اظهارات فرد هالیده پاسخ بگوید. موصوف خطاب به هالیده گفت: معلوم شود آگاهی آقای هالیده از تاریخ ملت افغانستان اندک و ناقص است. آقای هالیده که اشتهار به افغانستان شناسی دارد، باید ملتفت باشد که ابرقدرت بریتانیا نیز تجاوز نیروهایش را بر افغانستان انتشار تمدن می‌خواهد و با تجاوز اوریان بر کشور ما که از فرهنگ و تاریخ و تمدن چندین هزار ساله برخوردار می باشد، می خواست عمل خود را توجیه نماید. اگر آقای هالیده تاریخ معاصر را یک بار دیگر به دقت مرور کند، متوجه خواهد شد که ملت با فرهنگ افغانستان انتشار تمدن استعمارگران را با تکیه بر افتخارات مدنی چند هزار ساله خیش رد نمود و قوای اشغالگر انگلیس را از خاک خیش راند. مرحوم غفورزی در محکمه بین المللی استکهلم با اطمینان به داوران و حاضرین یادآور شد که سرنوشت این ابرقدرت شوروی متجاوز با سرنوشت ابرقدرت دیروزی انگلیس در افغانستان یکسان است و ملت با شهامت افغانستان ولو با عدم توازن قوا و تجهیزات جنگی با توکل به خدای خود در برابر قشون سرخ شوروی مقاومت کرده و میکند و انشاءالله جهانیان شاهد خواهند بود که جهاد مقدس ملت ما بر تجاوزگران پیروز شده نیست. پس از پاسخگویی به فرد هالیده، آقای غفورزی با تقدیم اسناد و شواهد معتبر به قضات محکمه بین‌المللی اثبات نمود که از شوروی هیچ کسی دعوت نکرده و قشون سرخ شوروی علانیه و تجاوزگرانه به اشغال افغانستان پرداخته است. مرحوم غفورزی مرد بود متواضع و فروتن و هیچگاه از یاد خدا غافل نبود و دعای خیر و پشتیبانی مردم نیات قلبی او را تشکیل می‌داد. و در آخرین مصاحبه که هفته گذاشته با ایشان انجام دادم، در دقایق آخر از خواهران و برادران هموطن خیش تمنای دعای خیر در راه خیر و فلاح مملکت را داشت و چنین گفت: آرزو میکنم که با موفقیت تمام افرادی که قد آرزویشان خدمت به افغانستان و مردم افغانستان دعا بکنند و این حکومت خود بدانند و از راهنمایی ها و مشوره هایشان ما را مستفید بسازند. و همچنان تا جایی که به خدمت اهل علم و تجربه که امروز متاسفانه بیرون از وطنشان رضا به شرایط داخلی افغانستان زندگی میکنند، با اونا این پیام می رسانم که آرزوی فرد مردم افغانستان و آرزوی ما که در شرایط بسیار سخت و مشکل فقط به هدف خدمتگذاری به مردم افغانستان برای قبول یافته بسیار سنگین حاضر شدیم، همیست که اونها ما را راهنمایی بکنند
تجارب خود.